درود محمد تماسبی هستم با یکی دیگر از قسمت های گرداتش در خدمت شما هستم توی این قسمت همینجور که قبلا قول داده بودم توی یکی از استوری های اینستاگرام بحث شده بود قراره که در مورد یکی از ویدیوهای دکتر کرمانی در مورد رژیم کارنیور یا گوشتخاری صحبت میکنه صحبت بکنیم یه چیزی که هست این ویدیو سه دقیقه و خورده بیشتر نیست اما اینکه ما به سبب عنوانی که پشت اسممون هست بتونیم یه مطالب رو بدون دلیل و مدرک بیان بکنیم و انتظار داشته باشیم که دیگران هم باورش بکنن و بعضا هم جواب میده وقتی که فرد ارزش زیادی رو برای این عنوانهای پیش از اسم دکتر و اینها قائل باشه ممکنه همین کافی باشه که وقتی فرد یه چیزی رو میگه بده یا خوبه به همین صرف این عنوان باور بکنه و این باعث میشه که فرد بیاد توی سه دقیقه فهرستوار نقدهایی رو به یک چیزی وارد بکنه بدون اینکه بخواد دلیلی رو واسش بیاره ولی حدث من اینه که کسانی که کانال من رو دنبال میکنن و پادکست من رو دنبال میکنن عمدتا از کسانی هستن که بیشتر اون سیر منطقی و اون دلیل واسهشون مهمه تا اینکه چه کسی اون حرف رو میزنه چون که اگر به حرفای منی گوش میدید که عنوان دکتر پیش اسمم نیست به حالا هر معنیش چه دکتر پزشکی چه دکتر فلسفه یا دکتر توی علوم فنی شما بیشتر به دلایل و مدارک اهمیت میدید نه به اون چیزی که پیش از اسم من میاد که در واقع هیچ چیزی قبل از اسم من نمیاد خلاصه یه چیزی که من رو ناراحت میکنه اینه که خیلی وقت قبل از اینکه بخوام پادکستم رو آغاز بکنم من توی یوتیوب و اینا سرچ کرده بودم واژه کتورو کتوژنیک رو به فارسی سرچ کرده بودم که ببینم چه منابعی توی فارسی هست این خیلی وقت هست پیش از این که بیام کانال رو بزنم و دیدم که اسم دکتر کرمانی بالا اومد و حرفای خیلی منطقی هم میزد و, اتفاقا این چیزایی رو هم توضیح میداد و, و, به نظر میومد که خیلی موافق حذف کربویدرات ها از رژیم باشه ولی وقتی صفحه رو برای یه مدت دنبال میکنه میبینیم که اصلا از این خبرها نیست باز برمیگردیم به همون کاهش کالری به همون رژیم نقصان کالری که خیلی از جنبه ها رو در نظر نمیگیره و توی رژیم های نقصان کالری مشکلی که هست اینه که ما معیار برامون کاهش وزنه نه بهبود سلامت بقیه حرفا رو چون که به خود ویدیو هم مربوط میشه بعد از پخش صحبت های دکتر کرمانی میذارم و بحث رو از اونجا شروع میکنیم و در ضمن این هم اولین ویدیویی هست که به صورت ریاکشن یا به صورت واکنش ضبط میشه و امیدوارم مورد پسند واقع بشه آها قبل از اینکه اصلا به مباحث توی ویدیو بیشتر بپردازیم همین صفحه اول همین کاور فوتو به اصطلاح یا صفحه جلدش که نگاه بکنیم همه چیز درباره رژیم گوشتخواری این همه چیز توی سه دقیقه نمیشه گفته بشه در مورد هیچ چیزی شما عملیات جمع و تفریق رو هم توی سه دقیقه بعید میدونم بتونید همه چیز رو در موردش بگید ولی این ویدیو این عنوان بسیار آمیز رو داره که همه چیز رو در مورد رژیم گوشتخواری میگه این از همون به بسم اللهش بحث امروز ما راجع به رژیم گوشتخواری بیشتری اینا که رفتن رو گوشتخواری اصلشون چی بوده؟ کیتویی بودن چرا رفتن از کیتو رفتن؟ فرق این دوتا چیه؟ خب همینجا خیلی هم نگذشته میفهمان که اکثر کسایی که رفتن سراغ رژیم گوشتخاری اصلشون کتو بوده و بعد رفتن سراغ کارنیور ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه برای خود من اینجوری بود که اول کتو رو شروع کردم و به خاطر بهبود حالی که واسم داشت حذف گیاهان و آشنایی با کسایی مثل پال سالدینو، دکتر کمبری و دیگه در ادامه راه دکتر شان بیکر و اینها باعث شد که سعی کنم، باعث شد که کنجکاف بشم و رژیم کارنیوار رو دنبال بکنم رژیم گوشتخاری رو دنبال بکنم و هدف من صرفا این بود که ببینم چه بهبودهایی رو واسم میاره مدت ها بود به کاش وزنی که میخواستم رسیده بودم و که تو هر چیزی رو که انتظارش هم نداشتم واسم داشت مثلا بهبود فرایند شناخته شناختی فرایند فکری تمرکز بیشتر عملکرد بیشتر توی باشگاه انرژی ثابت چیزایی که در موردشون قبلا هم صحبت کردم خب توی من اینجوری بود که آره که تو نقطه ورود من به رژیم کارنیور بود یعنی نقطه آغاز من بود و همجور این خط رو امتداد داد تا اینجا درسته و حالا میاد به این میپردازه که فرق این دو رژیم چی هست که حالا با صحبت هایی دارم بهشون برمیگردم. رژیم که تو میگه پنج درصد غذات میتونی کربوهیدرات بخوری 95 درصدش بین چربی و گوشت اینا وقتی رفتن رو کیتو خیلی موفق نشدن چی گفتن گفتن پس اینا معلوم میشه این 5 درصد کربوهیدراتی که اینا خوردن باعث شد موفق نشیم تو برنامه پس بیا با رژیمی به نام گوشخاری بی ایجاد بکنیم یعنی فقط و فقط گوشت و بیشتر رو گوشت گاب تکیه میکنن گوشت بسیار خوب <applause> میگن که توی رژیم کتو پنج درصد کربوهیدرات میتونه مصرف بشه و اونایی که موفق نمیشن میان میگن که خب احتمالا اون پنج درصدی که مانه ما اون پنج درصد کربوهیدرات مانع موفقیت ما بوده ببینید یه مثالی که این روزها هم خیلی یه به اصطلاح ضرب المثل یا گزینگویی بهتره بگم خیلی هم این روزها تکرار میشه توی استوری ها دیدین نشانه حماقت این هست که یک کاری رو که یک کاری رو تکرار بکنیم و هر بار ازش نتیجه متفاوتی داشته باشیم ما وقتی که کربوهیدرات رو کم کردیم و نتیجه نگرفتیم چرا باید تشویق بشیم بریم سراغ کارنیور و موفقیت از نظر شما دکتر کرمانی منظورم چی هست اگر موفقیت کاهش وزن راه برای کاهش وزن بسیار هست شما میتونید با گرسنگی دادن به خودتون هم وزنتون رو کم بکنید ولی خب این وزنی که کم میشه وزن و عضلاتتون هم هست به قیمت ضعیف شدن بدنتون و بدتر شدن حالتون هم هست اما وقتی که ما میایم سراغ یه رژیمی که حالمون رو میخواد بهتر بکنه میخواد ما رو سالم بکنه و با سالم کردنمون حالا ممکنه هدفمون کاهش وزن باشه اون رو هم میسر بکنه قضیه فرق میکنه ما هدفمون چیزی رو که موفقیت میدونیم چیزی که موفقیت میدونیم این هست که سالم تر بشیم و کسانی هستند که نه برای کاهش وزن بلکه برای حل مشکلات خود ایمنی به رژیم کارنیوار روی آوردن بعضی ها هم از کتون نیومدن مستقیم همه مواد آسیبزار رو حذف کردن همه موادی که ممکن افراد مختلف باهاشون مشکل داشته باشن حذف کردن که اون مواد مواد گیاهی هست چیزی که میمونه منابع گوشتی هست و خیلی افراد هستن که با همین کار تونستن به موفقیت برسن و موفق... موفقیت اونها چی بوده این بوده که سلامتیشون بهبود پیدا بکنه نه اینکه وزن کم بکنن حالا به هر قیمتی نقصان کالوری ممکنه بعض وقتا با یه توصیه های هم انجام بشه منجر به کاش وزن بشه ولی اینکه وزن ما روی ترازو کم بشه لزوما به من سالم شدن ما نیست ولی کاهش التهابات به معنی سالم تر شدنه بهبود مقاومت به انسولین و در واقع ایجاد حساسیت به انسولین این به معنی سالم تر شدنه وقتی که سیستم ایمنی ما قوی تر میشه و در برابر بیماری های مختلف ایمن تر میشیم و سالی رو که میگذرونیم با کمترین بیماری هست ممکنه هیچ بیماری رو هم تجربه نکنیم یا بیماری رو که دیگران رو خیلی از پا میندازه تجربه بکنیم ولی با دوز خیلی کمتر با شدت خیلی کمتر این یعنی موفقیت موفقیت کاش وزن نیست اگر که تعریف مم... کاش وزنه کلا مسیرمون فرق میکنه باز هم میگم برای خود من چیزی که باعث شد دنبال رژیم بگردم و به رژیم کتوژنیک بر, بخورم این بود که وزنم اضاف شده بود و داشتم راه های مختلف رو امتحان میکردم برای کم شدنش چیزی که واسم جاذبه داشت حال وقتی که با کتو آشنا شدم و منطق پشتش رو فهمیدم این بود که میگفت فرایند های شناختی رو هم بهبود میبخشه و وقتی هم که وارد شدم واقعا همین جور بود موفقیت صرفا کاش نیست هرچند که اون هم در پی سالم تر شدن بدن رخ میده و بیشتر به گوشت گاب تکیه میکنن گوشت گاب و چربیاش اصلا گوشخاری فقط یک کشور در جهان داره و اون کشور رومانی است فقط یک کشور و اون کشور رومانی است دو تا نکته اینجا مطرح میشه ولی این آخری واقعا خیلی نشان از ناگاهی داره و بیشتر تحریک کننده و به عبارتی خشمگین کننده هست و به این میپردازم ببینید رومانی با لاستان کشوری که توش زندگی میکنم خیلی فاصله ای نداره و هیچ چیزی هم اونها رو از هم جدا نمیکنه اینجوری نیست که رومانی یه جزیره دور افتاده از لهستان باشه یا یه جزیره دور افتاده از اروپا باشه در کل همینجور که بین ما ایرانی ها و خیلی از کشورهای دوربرمون تشابه های فرهنگی و غذایی یافت میشه به همون میزان بین این کشورها هم همین تشابهات پیدا میشه یعنی ما توی لهستان پیروگی داریم توی روسیه پیراشکی داریم فکر میکنم تلفظش هم تقریبا همین پیراشکی بشه و ما ایرانی ها هم پیراشکی داریم دستور پخت ها فرق میکنه شکل نهایی فرق میکنه ولی خیلی به هم شبیه نمیشه ما از کشور لهستان یهو بریم رومانی بعد یهو رژیمشون بشه گوشت خالی. من گفتم شاید حقیقتی هم توی این مطلب باشه و واقعا من اینترنت رو زیر رو کردم که این رو پیدا بکنم دیدم که اصلا اینجوری ها هم نیست چون که ببینید یه قوم به اصطلاح کولی هست توی رومانی که باشون هم برخورد داشتم سیگان ها و گفتم شاید اونها یا مثلا یکی از اقوام که اونجا هستن و من نمیشناسم اونها کارنیور باشن اونها گوشت باشن خدا رو چه دیدی چون که من سیگان ها رو دیده بودم و غذا خوردنشون هم دیده بودم اتفاقاً و هیچ نشانی از کار بودن نداشت ایشون میگه که همه کشورهای دنیا بین همه اون کشورها فقط رومانی هست که چیز هست گوشت خاره اصلا اینطوری نیست و هیچ نشانه ای هم واسه این پیدا نشد یعنی اینکه میگه رومانی تنها کشوری هست که گوشتخار هست یعنی حتی شایعه هم نیست که بر اساس اون شایعه بخواد این حرف رو بزنه ولی خب عنوان دکتر پیش اسمشون هست و احتمالا خیلی راحت میتونن این ادعا رو بکنن حرف دیگه میگه فقط تاکید بر گوشت گاو هست و گوشت گاو و چربیاش این حرف خیلی غلط نیست ولی تاکید توی رژیم کارنیور بر گوشت هایی هست که از نشخار کنندگان به دست میاد چون که توی حال هوای توی شرایط امروزی که انیمال فارمینگ یا دامداری صنعتی داریم خیلی از حیواناتی که دستگاه گوارشه، گوارشی دارن که پیچیدگی کمتری داره اگر غذای کم کیفیتی بخورن غذای خودشون هم گوشتشون کم کیفیت میشه و حتی اسیدهای چرب غیرش با بالا... بالایی رو داره نسبت بالایی رو داره و این میتونه برای سلامت ما بدتر باشه تا اینکه حالا بخواد خیلی توی بهبودش نقشی داشته باشه بدتر از چیز نیست بدتر از اینکه ما بخوایم چیپس و پفک و اینها بخوریم ولی به خوبی و به بهینگی به... به و به غنای منابع گوشت قرمز نیست پس اینجوری نیست که ما گوشت قرمز فقط بخوریم افراد شاخص توی رژیم کارنیور هستن و هر کدومشون رو هم که ببینید به یک شیوه این رژیم رو اجرا میکنه و ما باید ببینیم که فرد چه شرایطی داره چه هدفی داره چه چیزی رو میخواد بهبود ببخشه و با توجه به اون غذاهاش رو مشخص بکنه. توی همین کارنیور کسانی داریم که میوه ها رو هم مصرف میکنن. کسانی داریم که بعضی از گیاهان رو به عنوان تعم دهنده استفاده میکنن. خود دکتر شان بیکر که یکی از بزرگان رژیم کارنیور هست میتونم بگم پرطرفدارترین فرد در رژیم کارنیور هست هر از گاهی مثلا ماهی هم میخوره قضیه اینه که گوشت قرمز خیلی گوشت با خاصیت و گوشت بسیار مغذی هست که همه مواد مغذی مورد ن... نیاز ما رو داره و حتی اگر دامداری سنتی هم باشه باز حتی اگر که بهش سویا و ذرت و اینها داده باشن غذاهای کم کیفیت داده باشن باز محصول نهاییش به خاطر اینکه دستگاه گوارش پیچیده‌ای داره و چهار معده داره یعنی معده چهار تا اتاق داره میتونه کم کم تر... کم کیفیت ترین غذا رو به با کیفیت ترین غذا تبدیل بکنه که همون گوشت قرمزش هست و این هست که تاکید روی گوشت قرمز بیشتره چون که منبع مغذی‌تر تر و سالم تری هست نه اینکه بگه اونها قدغن گفتم که حتی بعضیشون گیاه ها رو هم میخورن یکم درستتر اینه که بگیم رژیمی که درون منابع غیر وجود نداشته باشه این یه تعریف درستره ولی به نظر من یه تعریف بهتر و حتی یه واژه بهتر برای رژیم گوشتخاری کارنیوار توی انگلیسی میگن انیمال بیست ما بگیم رژیم حیوانی چون که برای بعضی ها ممکنه لبنیات هم جواب بده برای خود من اینجوری ها نیست یعنی من همیشه روش های مختلف رو هم امتحان کردم حتی خودم هم ماست درست کردم اکثر لبنیات رو مشکل دارم با پنیر مشکلی کمتری دارم بعضی ها جهش های جنتیکی دارن که با لبنیات مشکل دارن و خب صرفا یکی دیگه از مشکلات هم از لاکتوس انتالرنس یا همون حساسیت عدم تحمل لاکتوز که اون هم باعث میشه که ما نتونیم منابع لبنی رو استفاده بکنیم که خیلی افراد دنیا بهش دچارن و خود منم از اون افرادی هستم که این ویژگی رو داره پس اینجوری نیست که من بگم نه اصلا به هیچ وجه منابع لبنی رو استفاده نمیکنم استفاده میکنم ولی مقدارش کمتره و اگر که ببینم جهش ج... اگر بتونم مثلا تست ژنتیک بدم ببینم جهش ژنتیکی خاصی دارم منابع لبنی رو ممکنه حذف بکنم پس میشه با توجه به شرایط فرد رژیم های مختلفی رو در نظر گرفت پایه رو منابع مغذی حیوانی گذاشت نه به خاطر اینکه به خاطر به رو, رو کم کنی فقط ما منابع حیوانی مصرف بکنیم بلکه به خاطر اینکه اینها مواد مغذی هستند و ما طی فرگشتمون تی تی تاریخ فرگشتی خودمون 99 درصد و عمر خودمون رو از منابع گوشتی استفاده کردیم و پس از انقلاب کشاورزی که با وجود اینکه چندین هزاره طول کشیده چندین هزار از خدمتش میگذره توی سابقه تکاملی ما چشم به هم زدن بیشتر محسوب نمیشه ما از اون زمان بوده که اومدیم منابع گیاهی بسیار فراوانی رو هم خوردیم قبل از اون منابع مثلا حال ممکن بوده میوهی بخوریم که میوه ها هم طی اصلاح نجات به این شیرینی که الان هستن نبودن الان با اصلاح نجات که این همه شیرین هستن میوه قبلا اینجوری نبوده یعنی میوه هایی که میخوردیم هم مثلا یه سیب روی درخت اون درخت ها سیبشون شاید به خوشمزگی یه سیب زمینی هم نبوده چقدر میتونه جاذبه داشته باشه جاذبه خیلی کمی میتونه داشته باشه شیری ترین چیز توی طبیعت اصل بوده ولی خب اون هم فصلی بوده در رقابت با زنبور ها بوده و باز زنبور باز اصل هم یه منبع حیوانی میشه زنبور هم حیوانه و کسانی هستن که خیلی طرفدار اصل هستن در رژیم کارنیور که یکی از شاخص ترینشون هم پال سالدینو هست که البته من با این نظرش موافق نیستم چون که روی خودم هم امتحان کردم و اون جوابی رو که میخواستم نگرفتم و به نظر من تا اینجا یه ای کار فکر میکنم که مزایایی رو نداشته باشه شاید شاید یه موقع به اصل و بهتری دسترسی داشتم باز هم امتحانش کردم یا توی شرایط دیگه ای خب خیلی مطالب بیشتری هم تونستیم مطرح بکنیم که سبب خیر شد ادو شود سبب خیر همینه ادامه میدیم پس عزیزم ما نمیشه بگیم دیویس و س س بیس تقریبا کشور در جهان هست همشون اشتباه کرده این رومانی فقط درست رفته از خیالتون راحت باشه که رژیم رژیم کاملا افراطی کاملا غیر علمی کاملا ناموفق و خیلی جالبه مثلا ما الان می خب میگن که حالا در ادامه همون بحث رومانی میگه که حالا همه دنیا اشتباه رفته فقط رومانی درست رفته گفتم که رومانی کشور جدا توی یه جزیره دور افتاده نیست که حالا خیلی عادت ها فرق بکنه <تصفح> عادت ها و <تصفح> نباشید عادت ها و تفاوت های زبانی گسترده زمانی رخ میدن که کشورها راه های ارتباطی کمی با هم داشته باشن و هم این در مورد غذا هم صدق میکنه فرهنگ ها هم صدق میکنه حالا یه چیز دیگه ای هم هست آب و هوای کشورها هم تأثیر داره بر نوع مواد غذایی که اونجا پیدا میشه و نوع غذایی که اون افراد میخورن و چیزی که عمده غذای اونها رو تشکیل میده ما اگر هر که به استوا نزدیک باشیم نه یه کشور توی اروپا یه هرج میشه به بقیه فرق بکنه هر چی به استوا نزدیکتر میشیم یعنی کشورهای هر جای دنیا که باشن به خط استوا نزدیک باشن به خاطر در دسترس تر بودن منابع گیاهی گیاهان بیشتری رو میتونستن مصرف بکنن و کسانی هم که از نوادگان اونها هستن ممکنه سازگاری بیشتری با منابع گیاهی داشته باشن هرچی که از استوا دورتر میشیم مثلا نمیشه توی سیبری توقع داشت که اون فرد هم نون خورده باشه گندم خورده باشه مشتقات اون رو خورده باشه حتی خیار و گوجه فرنگی خورده باشه چون که اونجا اصلا اکثر اوقات شرایط برای کشت فراهم نیست امکانش به این راحتی ها وجود نداشته پس اینها بیشتر روی منابع حیوانی تکه می کردن. پس این که بگیم رومانی گوشت خیلی اشتباه هست و اگر که بخوایم یه پیوستار رو بدیم هرچه که از استوا دورتر میشیم به خاطر کمتر شد به خاطر اینکه بیشتر منابع حیوانی هست و هیچ گونه گیاهی نیست عمدتا هم تقریبا بعضی جاها صد درصد هم منابع کلا منابع حیوانی هستن حالا توی استوا و اینها چون که به منابع گیاهی هم در دسترس هست اگر که شکاری دم دست نداشته باشن شکار موفق نباشه اون موقع میان منابع گیاهی رو هم مصرف میکنن چون که وقتی که حالا کسانی که رژیم کارنیور یا کتار رو دنبال کرده باشن خوب حس میکنن وقتی که ما اون حس رضایت رو داریم وقتی که چربی کافی بهمون رسیده پروتئین کافی بهمون رسیده اون زمان هست که هوس ما برای چیزای شیرین کم میشه و حالا یه بحث دیگه ای هم هست خوردن برای زمستان که اون هم باز به همین قضیه مربوط میشه ولی نه اینکه زمانی که نزدیک به استوا باشیم بلکه زمانی که فصلهای مختلف برای ما رخ میده وقتی که تفاوت این فصلها در نقاطی از جهان باشیم که فاهش باشه خیلی قابل توجه باشه اون موقع باعث میشه که زمانی که زمستان در راه هست و اینها و ممکنه ما شکارهای کمتری داشته باشیم توی فصل ق... فصلهای قبلیش حالا مخصوصا توی پایز و اینها بیشتر منابع گیاهی مصرف بکنیم که چربی ذخیره داشته باشیم بتونیم اون زمستان رو پشت سر بگذاریم اینها هم عواملی هستن که میتونن دخیل باشن در رژیم رژیم غذایی ما و چیز مهم هم این هست که ما ترجیحمون بر منابع غنی حیوانی هست همون هم به خاطر چیشون به خاطر غناشون به خاطر همین واژه غنی که میگم چون که منابع مقوی هستن پس اینجوری که ایشون میگن این رژیم یه رژیم کاملا افراطی نیست چون که ما نمیخوایم چیزی رو به کسی ثابت بکنیم که بگیم ببینید برای کم شدن وزنتون بیاید یه کار افراطی رو بکنید نه اون رژیم هایی که میگن خودتون رو گرسنگی بدید اونها رژیم های افراطی هستن ما در یه زمین تعصب و افراد داریم چیزی که دکتر شان, شان خیلی میگه میگه که من اصلا مهم برام نیست که یک فرد همیشه منابع حیوانی مصرف میکنه مثل مثلا توی ویگن ها که فقط و فقط این تعصب رو دارن که منابع گیاهی مصرف بکنن کسی یهو یه مقدار گوشت خورد تخم مرغ هم خورد دیگه از اونا نیست این تعصب نباید توی رژیم کارنیوار داشته باشه باید یه داگما که وجود داشته باشه و اون سلامته you have to be dogmatic about your health اینه که باید ما در موردش تعصب داشته باشیم و حرفی با معنی تر از این توی زمینه رژیم های غذایی به نظر من نمیشه زد در مورد حتی سبک زندگی توی خیلی زمینه ها میشه اعمالش کرد be dogmatic about your health تعصب داشته باشه روی سلامت خودتون نه روی نوع ماده غذایی خودتون تعصب داشته باشید و نه روی سبک زندگی خودتون چیزی که باید روش متاسب باشید سلامتتون هست ادامه میدیم و خیلی جالبه مثلا ما الان میاییم میگیم به فرض میخواییم یه غذای آزاد بذاریم و سش. مثلا میگم بابا هویج آزاد خیار آزاد میگم چی از سبجات آزاد 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 که وقتی هست تو گرسنگی این چی گذاشته واسه آزاد فقط آدم سه بدون قند گذاشته واسه آزاد همین تنها چیزی گذاشته آزاد واسه شون آدم سه بدون قند اعتماد به نفس بالا و در این حال اطلاعات بسیار کم بعد نمیدونم رژیم کارنیور رو یه رژیم واحد که همه یه جور بهش نگاه میکنن تصور کرده یا رژیم کارنیو رو یک شخص یک موجود دارای فهم در نظر گرفته میگه که من میگم آزاد آزاد فلان چیز آزاد و آزاد آزاد این اومده آدمس بدون قند گذاشته ببینید اون شخصیت های بسیار معروف در این زمینه ممکن خیلی چیزای مختلفی رو آزاد بذارن اینو هم رد نمی یکی که ممکنه آدمس بدون قند هم بخوره مثلا یکیشون هست دکتر جکوش که البته ایشون توی زمینه بلندسازی بیشتر معروفه و یه دستگاهی هم داره به اسم اکستری بار یه اختراعی داره به اکستری بار که 500 دلار قیمتش شد توی صفم هم نمونه ای رو که به صورت دستی خودم درست کرده بودم با توجه به چیزایی که روی یوتیوب بود اون زیر 50 دلار قیمتش هست این رژیمش هم کارنیوره و چیزهای مختلفی رو توی رژیمش در نظر میگیره و حتی مثلا از پروتئین های گیاهی استفاده میکنه یکی از چیزهایی هم که برای رفع این حوث های چیزی قند در نظر گرفته آدامس بدون قنده یعنی از میون همه پیامبرای جرجیس پیدا کرده دکتر کرمانی حالا هر کسی میتونه هر چیزی که دلش میخواد بخوره ولی تا زمانی که به حال همون اکثر غذاشون از منابع حیوانی بیاد این یه رژیم کارنیوار محسوب میشه این رژیم گوشتخاری محسوب میشه و ممکن افراد مختلف چیزای مختلفی رو با توجه به شرایط فردشون و اهدافشون آزاد در نظر بگیرن نه اینکه این اومده این یه دونه آدم سه بدون قند واسهشون آزاد گذاشته از خود دکتر شان ویکر پرسی ممکنه بگی که بدترین چیزی که میتونی استفاده بکنی از دکتر سالدینو بپرسی میگن چیزایی از که از یه بسته خارج میشه نه یه چیزی که شما خودت آماده میکنی و مهم نیست که حالا کربایدات داشته باشه نداشته باشه قند داشته باشه تحریک انسولین داشته باشه نداشته باشه اینها مهم نیست مهم این هست که یه آدم سه بدون قند اصلا سازگار نیست با پیشینه فرگشتی ما ما زمانی که شکارچی گردآورنده بودیم نمیرفتیم آدم سه بدون قند شکار بکنیم اصلا وجود نداشته چیز کاملا مدرنه و بعد یه نفر حالا ممکنه چیز بکنه بگه آدم سو خند بگیم که نه رژیم کارنیور این رو گفته رژیم کارنیور کسانی هستن توشون میبر جایز میدونن حتی مصرف روزانش رو, رو جا جایز میدونن بعضی هستن مثل امبر اوهرن که یکی از افراد بسیار شیوا و خوشبیان در زمینه رژیم کارنیور هست کارنیوار محض و تنها و آیدیش هم کیتو کارنیور هست شاید مال برعکسش کارن، کی، کارنیور کیتو برحال فکر کنم کیتو کارنیور باشه که توی جاهای مختلف میتونید دنبالش بکنید امبر اوهرن تنها من به گیاهی که اول که توی کارنیور هست کیتو هم هست یعنی ترکیبی بین این دوتا رو میره خودم هم بیشتر به همین سمت مایلم یعنی سعی میکنم که توی کتو هم باشم حالا ممکنه توی دیپ کتوسیس نباشم توی کتوسیس عمیق نباشم ولی چون که بدنم فقط به چربی و پروتئین اتکا داره و برای مصرف انرژی برای تأمین انرژیش عموما به چربی اتکا داره خب عمدتا توی سطوحی از کتوسیس هستم و چون که قندی هم مصرف میکنم دکتر اوهرن تنها چیزی رو که مصرف میکنه گیاهی چیز هست قهوه هست و میگفت که من اونو به عنوان یه دراگ به عنوان یه مادی حالت مادی مخدر در نظرش میگیرم پس و حالا خ... یه چیز جالبی داره این زندگی دکتر امبر اوهرن که خیلی مشکلات زیادی واسش پیش میاد از جمله مشکل... مشکلات روانی و اختلال دو قطبی که با روی آوردن به رژیم کارنیور اینها حل میشه و هر گونه گیاهی رو به رژیمش برمیگردونه این علائم برمیگردن و به خاطر همین هست که همیشه هم روی رژیم گوشتخاری هست نه اینکه میخواسته وزن کم بکنه میخواسته که سلامت روان خودش رو به دست بیاره و دیده که هر چیزی که بهش اضافه میکنه سلامتش رو تحت تاثیر قرار میده جوردن پیترسون یه نویسنده معروفی است که دخترش میکایلا پیترسون اون هم رژیم کارنیور رو داره نه به این خاطر که میخواسته لاغر بشه و به قول دکتر کرمانی که تو رفته موفق نشده نه ایشون همه عمرش از بیماری های روانی و بیماری های خود ایمنی که حتی باز شده که استخوان لگنش رو کامل جایگزین بکنه فکر کنم کل استخوان بدنش رو تقریبا استخوان های بزرگش رو که توی همون سنین خیلی پایین مشکلاتی رو داشته که مجبور میشه این عمل جراحی سنگین رو انجام بده این فرد هم با روی آوردن به یک رژیم کارنیور سلامتی خودش رو تأمین میکنه و برای اون ضروری بوده که همه گیاهان رو حذف کنه پس این حساسیت ها فرد تا فرده ما برژیم های برژیم کارنیور میگیم ultimate elimination diet یعنی حد غایی حذف هر عاملی رو که ممکنه مشکل زا باشه برای فرد حذف میکنیم ما گفتیم که گیاه از, اون از این لحاظ که پای دویدن نداره و شاخ, شاخ و دندان جنگیدن نداره همیشه اجا ثابت هست مجبور برای دفاع از خودش کارهای دیگه رو انجام بده و یکی از اونان تولید سموم دفاعی هست توی جاهای خیلی حیاتیش که تمرکزش هم در جاهای مختلف بسته به حساسیتش و اهمیتش در حیاتش و تولید مثلش خیلی بالا هست مثلا توی دانش چون که بچهش هست خیلی این تمرکز بالا هست پس حبوبات رو ما به خاطر همین رو همین ها حذف میکنیم توی باز برک هم این مقدار زیاد هست توی ریشهش خیلی زیادتر هست و اینها عمدتا سمومی که اکسیلات هم بهشون میگن توی فارسی اکسیلات هم شنیدم توی انگلیسی اکسیلیت میگن اینها میتونه مشکل زا باشه همینجور که گفتیم مواد لبنی میتونه برای بعضی افراد مشکل زا باشه پس ما میریم توی چیزی که کمترین اضافات رو داشته باشه و اون موقع میسنجیم ببینیم که آیا سلامتمون بهبود پیدا میکنه یا نه و وقتی که نتایج رو دیدیم بعدا میتونیم با احتیاط یه چیزهایی رو کم یا اضاف بکنیم دیگه کم که نمیشه یه چیزهایی رو اضاف بکنیم امتحان بکنیم ببینیم که به کجا میرسیم اگر که دیدیم که واکنش نشون داد چند روز گذشت چون که بعضی از این واکنش ها زمان میبره تا بروز پیدا بکنه اگر که مشکلی بروز پیدا نکرد ما میتونیم اون رو در رژیم خودمون داشته باشیم مثلا به خاطر همینه که من مواد لبنی رو مصرف میکنم و میبینم که یه مقدار میگذره مخصوصا با مصرف روزانشون دوز هم مهمه در این زمینه میبینم که واسه من مشکل سال میشه من به همه نمیگم که مواد لبنی رو مصرف نکنن بلکه میگم که این برای خود من جواب نیست این برای خود من مناسب نیست پس ما اینجوری فلسفه نداریم اینجور روی کرد نداریم که بگیم آزاد 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 میوا آزاد فلان آزاد سبزیجات آزاد هر چیزی بستگی به سلامت فرد داره ما باید بسنجیم که چه چیزی واسمون مهمه سلامتمون مهمه یا اینکه حال هر از گاهی هم غذایی که به, تعم به دهنمون مزه میکنه بخوریم بعضی موقع باید این فداکاری ها رو بکنیم مثلا یه نفر وقتی که میبینه یه مقدار میوه میخوره همه علائم روانش برمیگرده حتی به اون مقدار خیلی اندک از اکسیلات هم حساسه یا هم همون مقدار کم اندک فروکتوز هم بهش نمیسازه خب اون فرد احتمال خیلی زیاد بین سلامتیش و حالا یه میوه خوردن سلامتش رو انتخاب میکنه نمیگم که این یه قدم کوچیک هست یه کار کوچیک هست همت میطلبه ولی خب واقعا انقدر تفاوت زیاده که عمده افراد ممکنه به اینکه هیچ وقت دیگه لب به اون غذای خاص نزنن با اون مشکل نداشته باشن اون رو دنبال بکنن همه عمرشون هم دنبال بکنن قرارم نیست چیزی رو به کسی ثابت بکنن که ما یه عمر فلان غذاها رو نخوردیم ما شد نه میبینن که غذاهای دیگه بهشون نمیسازه و اونها رو نمیخورن پس هر غذای اگر که سلامت خودمون رو داریم اهداف خودمون رو میرسیم ما میتونیم غذاهای دیگر رو اضافه بکنیم چنانچه توی غذاهای من هم دیدید که با وجودی که عمده غذا عمده روزها من به جز منابع گوشتی و حالا تخم مرغ چیزی مصرف نمی کنم. گاهی اوقات میبینید که گیاهانی هم در کنارش هست گاهی اوقات اگر که جایی باشم من خیلی از عوامل رو نمیتونم تحت کنترل خودم قرار بدم پس خیلی چیزای گیاهی خیلی از تعم دهنده ها خیلی از ادویجات بهش اضاف میشه که خودم اضاف نمیکنم ولی مشکل سلامتی هم واسم ایجاد نمیکنه قضیه اینه که یه بهبود خیلی خوب رو احساس میکنم بدون حضور اونها گوارش خیلی خوبی دارم خیلی حازمه خوبی دارم و خیلی سیری و انرژی ثابتی رو دارم ترجیح میدم که اونها رو نخورم یعنی برای من یه ضرورت سلامتی نداشته برای من یه جاذبه داشته از این لحاظ که زندگی ما بهتر کرده و اگر جایی باشه میتونم بخورم و واسه من پایان دنیا نیست ولی برای یه نفر ممکنه به این قیمت باشه که همه علائمه چیزش برگرده همه علائم خود ایمنیش برگرده همه عوامل بیماری روانیش برگرده پس این آزاد 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 برای اینکه دلش بکشه شاید برای رژیمای کاش کاهش وزن شما توی شرایطی جواب بده ولی توی بهبود سلامت جواب نمیده ادامه میدیم الان میاریم بحث مشکلاتی که ایجاد میشه در اثر گوشت خاری مشکلاتی که ایجاد میشه ویتامین ها ما بیشتری ویتامین تو میوه ها و گیاه ها اینا هست که متاسفانه کاملا حسفش کردن فیبر ما توی گوش اصلا فیبر نداریم اصلا گوش فیبر نداره خاطر همین وقتی میه فقط گوشت میخوری بدون فیبر میشه غذا بدون فیبر یعنی یه دیونه کننده میشه این دو مسئله خب همین دو مسئله رو فعلا نگه میداریم ویتامین ها ببینید بعضی از ویتامین ها اندازه گیری نشدن در گوشت و نوشته شدن صفر یعنی توی اون گایدلاین ها یا اون راهنماهای های جهانی که میبینید نوشته شده صفر به خاطر اینکه اندازه گیری نشده یکی از اونها ویتامین C هست و یه مسئله دیگه ای هم هست درسته که ویتامین C هم جاهایی که اندازه گیری شده مقدارش در گوشت بسیار پایین تر از گیاهانه ولی وقتی که ما مواد گیاهی مصرف میکنیم و به خاطر اکسیلات‌هاشون هاشون یا همون سموم دفاعی التهاباتی رو در بدن ما ایجاد میکنن چون که ما مثل حیوانات دیگه مثل خیلی از نه خیلی از ب... مثل بعضی از پستاندارا توانایی خوردن گیاهان رو نداریم تخصص خوردن گیاه رو نداریم با گیاه خیلی سازگار نیستیم و اون سموم رو نمیتونیم خونصاب بکنیم این سموم برای ما التحاب زا, زا میشن و مشکلات دیگه رو در پی دارن و این التحابات و همچنین استرس های اکسایشی یا اکسیدیتیف استرس نیاز به حضور آنتی اکسیدان ها داره برای بهبودشون یکی از اونها ویتامین C هست یعنی زمانی که ما مواد گیاهی رو مصرف نکنیم و خودمون رو در معرض اون التهابات قرار ندیم نیاز کمتری هم به ویتامین C داریم یکی از چیزای دیگه اون بیماری اسکروی رو میگن در مورد سطوح پایین, ویتامین C زمانی که گوشت تازه باشه سطوی از ویتامین C رو داره و اتفاقا نسبت به حرارت هم مقاوم تره تا اونی که توی گیاه هست و حتی در معرض هوا هم که قرار میگیره بدون حفاظ هست و به راحت تجزیه میشه و توی بعضی از گوشت ها که میشه به صورت خام خورد اگر از سلامتش رو مطمئن هستیم اینها س... میزان بالایی رو داره مثلا توی جگر یا حالا با حرارت کم یا به صورت خام بعضی ها میخورن اون اونایی که مطمئن از سلامتش و این افراد هیچ کدومشون اسکروی ندارن منی هم که دسترسی به اون گوشت های با کیفیت اونها ندارم باز اسکروی ندارم این یه بعدش هست که کمبود ویتامین C باعث ایجاد اسکروی میشه ولی گوشت تازه این مشکل رو به وجود نمیاره کسایی که گوشت مانده بخورن اون ویتامین Cش از بین رفته و دچار مشکلش میشن و درمان اسکروی این چیزی است که تو پادکست گوش دادم با دکتر درمان اسکروی این هست که گوشت تازه مصرف بشه همون چیزی که مثلا میگن خیلی ویتامین ها رو نداره ویتامین C هم در گوشت هست و شرایط ما رو به بهبود میده و این همه افراد کارنیور توی دنیا هستیم هیچ کدوم از اسکروی رنج نبردیم سلامت خیلی خوبی هم داریم و بهبود سرعت ریکاوری یا بهبود بدن من هم پس از تمرینات به شدت افزایش یافته یعنی من حالا با کتو هم مقایسه میکنم توی کتو خیلی خوب بودم و شاید حالا چون که زمان زیادی هم از حذف کربویدات و اینها و منابع نامناسب از حذف این منابع گذشته این هم تأثیر گذار بوده ولی یه چیز دیگه هم که خیلی زیاد تغییر کرده همین کارنیور هست و طبق گزارشاتیم که از افراد مختلفی که کارنیور هستن شنیدم احساس میکنم که کارنیور بودن دلیل این هست که دریکاوری من پس از ورزش این همه سریع هست و رو بسیار روزها هست که هر روز من ورزش میکنم و ورزش سنگین را سنگینی هم میکنم بعضی موقع ویدیوهاش هم میبینید در صورت که قبلا ممکن بود یه هفته بعد از اون اسکات ها و دیدلیفت ها و پرس پاهایی که می زدم نمیتونستم دوباره اون حرکت رو تکرار کنم حال خیلی حالم خوب بود مثلا سه روز بعدش اونم با یه اضافه وزن اضافه بار جزئی مثلا سه روز بعدش خوب می شدم ولی الان می بینم که هم خیلی وقتها هست که هر جلسه هم اضافه بار هستم توی روزهای خوبم می بینم که روز بعدش دوباره میتونم برم ورزش بکنم همین یه خواب کافی داشته باشم مخصوصا این که من با ماسک میخوابم ماسکی که چشممو میپوشونه و کمک میکنه که خوابه بهتری داشته باشم که نور اضافه نیست روز بعدش سالم سالمم خیلی راحت میتونم برم ورزش بکنم و اینها هر چیزی که ما میخوایم توی گوشت هست و به چه دلیل به این دلیل که و یه مسئله دیگه هم این هست که گوشت از لحاظ بایو اویلیبیلیتی یا در دسترس بودن زیستیشون این مواد مغذی راحت‌تر به ما میرسونه چون که اون آکسیلات های مزاحم اون سموم دفاعی رو نداره و توصیه میکنم که کارهای دکتر میکی بندور که یه دانشمند اسرائیلی هست و در زمینه یه تغذیه انسان ها کار کرده اون طبق یافته های دیرین شناختی به این نتیجه میرسه و این رو اثبات کرده و خیلی اون تحقیقاتش هم صدا کردن البته سرصدا نه به این معنی که توی بی بی سی و اینها خیلی باستاب داده بشه بلکه در مجامعی که مجامع علمی که روی کرده بازی نسبت به چیز دارن نسبت به رژیم کارنیور دارن این دست به دست میشه ولی منابع اون چیزای گیاهی آ... یه مقاله روی گوگل درایو هم باشه اونها میان توی بخوی کردن میکنن چون که توی قسمت های قبل هم دیدیم ولی دکتر میکی بندور مدت هاست در زمین تحقیق کرده سالها تحقیق کرده و دلایل بسیار محکمی داره میتونید تحقیقات ایشون رو دنبال بکنید و تحقیقات ایشون نشون میده که ما عمدتا گوشت بودیم و در طی فرگشتمون گوشت میخوردیم و بعضی اوقات چیزهای دیگه هم میخوردیم ولی بله همیشه تا گوشت بوده گوشت رو, گوشت رو, میخوردیم پس اصل تغذیه ما از گوشته شیر نمیاد میوه بخوره که ویتامینش تأمین بشه هر چی رو که میخواد از از گوشت میگیره یعنی به صرف اینکه یه چیز یه ماده غذایی یه ماده مغذی توی یه گیاهی هست دلیل نمیشه که یه جانداری بخواد اونو مصرف بکنه اون ماده غذایی باید با رژیمی که در طی فرگشت خودش داشته سازگاری داشته باشه و پیشینه دیرین شناختی ما انسان ها نشون میده که ما بیشترین سازگاری رو با مواد حیوانی داریم و اصلا چیزی که ما رو انسان،, انسان کرد این بود که ما تونستیم شکار بکنیم و هی این هم به ما کمک کرد این که ما تونستیم گوشت بخوریم و این عقل ما رو بیشتر کرد نقش ریزی ما رو بیشتر کرد موجود اجتماعی هم بودیم با همکاری هم تونستیم شکار بکنیم و این شد که ما شدیم ایپکس پریدیتر یعنی درنده که بر رأس هرم هست ما حیوانای خیلی بزرگتر از خودمون رو هم شکار میکنیم و, و ما این مهارت شکار کردن رو برای شکار میوا و اینها در خودمون رشد ندادیم و اینها رو به قیمت از دست دادن تخصصمون در استفاده از مواد غذایی, به دست مواد غذایی گیاهی به دست آوردیم یعنی نمیشه یک موجود هم تخصص داشته باشه توی مواد گیاهی هم توی مواد, مواد گوشتی اگر که تخصصی میشه باید روی یکشون متخصص باشه که نسبت به بقیه جاندارانی که دارن برای اون منابع می جنگن بتونه برتری داشته باشه اگر نداشته باشه به تدریج منقرض میشه یا به سرعت خب این در مورد ویتامین ها و همچنین نکته رو که گو گو درست گفتن در حال خوبه به یه چیزایی درستی هم رسیدیم در مورد فیبر هست که فیبر توی منابع گوشتی اصلا نیست یه تحقیق هست توی چند تا از پستای اینستاگرامی قبلی من گذاشتم و ایشون میگن که این که فیبر نیست باعث میشه که ما چاره یوبوست های بسیار غیر قابل تحمل بشیم وحشتناک بشیم این رو بهتون بگم اولی که شما میاد توی رژیم کارنیپور حتی برای من که مدت ها کتو بودم و خیلی روزها شده بود که جز منابع حیوانه چیز مصرف نکنم روزای اول چیزی رو که تجربه میکنید چیزی رو که خودم تجربه کردم اسهال خیلی بی سابقه است و دلیلش اینه که بدنتون صفرای خیلی زیادی رو تولید میکنه و یه چند روز طول میکشه تا سازگار بشه برای بعضی چند هفته حالا چون که من سابقه کتو رو داشتم شاید کمکم کرد و به چند هفته طول نکشید به مثلا دو هفته اینا طول نکشید فکر نمی کنم. حتی یک هفته هم شد که حالم عادی بشه ولی روزای اول خیلی شدید بود و فراموش نخواهم کرد به هر حال بدن باید مایکروبایومش، طوری تغییر بکنه روده ها باید مایکروبایومشون خیلی تغییر بکنه که بتون بدن بتونه اون سفرای سفرایی رو که بیشتر تولید میشه بتونه بازجذب بکنه پس هر تغییر رژیمی میتونه یه شوکی رو به بدن وارد بکنه و یه سری به خاطر اینکه ما طی زندگی خودمون نه طی فرگشت خودمون بلکه زندگی امروزی خودمون یعنی حیات فردی خودمون نه حیات گونمون غذاهای دیگه رو مصرف کردیم ما خیلی چیزها رو مایکروبایومون رو تغییر دادیم عادتهای غذایی رو تغییر دادیم حتی تب و تلیقه رو در مورد غذاها تغییر دادیم که زمانی که ما میخوایم برگردیم به اون حالت کارخونه پیش, پیش و حالت تنظیمات کارخونمون که همون رژیم متناسب با گونمون هست ما اون موقع میبینیم که یه استرسی به بدنمون وارد میشه و این گذار یه زمانی رو میطلبه ولی قضیه این هست که وقتی که این گذار انجام شد یا حتی در طول همون گذار با وجود بعضی از مشکلاتی که داریم یه بهبودهایی رو توی یه زمینه دیگه پیدا میکنیم یعنی چون که یه چیزی رو داریم مصرف میکنیم که درست با زندگی فردی خودمون سازگار نبوده و بی سابقه بوده ولی چون که با سابقه فرگشتی ما سازگار بوده ما یه بهبود بسیار خوب رو بهبود بسیار قابل توجه رو تجربه میکنیم این در مورد اینکه اصلا اسهال رو هم به وجود میاره و یه تحقیق رو هم که چند روز چند حالا میتونم این هفته پیش روی صفحه خودم گذاشتم صفحه اینستاگرامی خودم گذاشتم لینکش رو هم پایین میذارم دقیقی بود در مورد رابطه مصرف فیبر و یوبوست و کاهش یا حذف فیبر باعث درمان یوبوست شده بود دکتر پال میسن توی یکی از مصاحبات میگفت که فیبر مشکلش اینه که عامل ایجاد کننده یه یوبوسته ما میخوایم یه چیزی رو که میخواد از یه سوراخ کوچیک عبور بکنه با خوردن فیبر ما این رو بزرگترش میکنیم و برای کسی که دفعش با درد همراه هست ما چرا بیایم اون رو بزرگترش بکنیم و یه عامل دیگه که توی هم هم که میگم اشاره شده بود بهش کسانی که فیبر مصرف کردن تعداد دفعات دفعشون بیشتر شده بود اما علائم یوبوستشون از بین نرفته بود یعنی میشه یه شکنجه ای که تکرار بیشتری انجام میشه کسانی که فیبر کمتری مصرف کردن دفعات دفع کمتری رو دارن ولی علائم یوبوستشون حذف شده بود یعنی اینکه فیبر باعث ایجاد یوبوست میشه و حذفش میتونه یوبوست رو درمان بکنه و اگر درمان نشد ما باید دنبال عوامل او دیگه ای که ممکنه برایش تحصیل گذار باشه نگاه بکنیم که بعضی موقع به این سادگی یا پیدا کردنشون ممکن نیست حالا یه موقع با خوردن پوتاسیوم درست میشه ولی یه موقع میبینید که نیاز به حتی یه سری آنتی ها هست که ممکنه باکتری های در روده ها تشکیل شده باشه و نیاز هست که اونها کشته بشن و یکی از موارد ضروری برای استفاده از آنتیبیوتیک ها میتونه این باشه پس در حالت عمومی و جالبه توی اون آزمایش صد درصد افراد شرکت کننده اون گروهی که فیبرشون حذف شده بود صد درصدشون بهبود پیدا کرده بودن یعنی اگر یه آزمایش در زمینه گیاه بود یه درصد یه چیز دو درصدی رو هم نشون میداد بهبود دو درصدی رو هم نشون میداد اونم نه توی یه آزمایش تصادفی کنترل شده به اصطلاح RCT اگه توی آزمایش همه شناسی یا اپیدمیالوژی هم انجام شده باشه توی وقع کرنا میکنن همه رسانه ازش میشنون و بعضی از دوستان هم میان توی پیام ها به من میفرسنشون اونها حسابی توی رسانه بقی کرنا میشن ولی یه RCT قوی مثل این که یه آزمایش کنترل شده است یه آزمایش تصادفی هست و به اصطلاح آزمایش مداخله ای هست که یه مداخله انجام میشه و نتیجه اون اندازه گیری میشه با وجود این این آزمایش توی بخی کرنا نمیشه و همچنان اون داگمای به این که فیبر برای دفع بهتر ضروری هست داره تکرار میشه فیبر دفعات دفع رو افزایش میده ما اگر که دفع همراه با دردی داریم این میشه تعریف, این میشه تعریف یوبوست. اگر که دفعات دفعمون کمتر باشه این تعریف یوبوسد نیست این صرفا به این دلیلی که بدن ما داره از بیشتر داره از اون غذایی که ما میخوریم بیشترین استفاده رو میکنه و کمترین پسماند رو داره وقتی که مواد گوشتی رو میخوریم قضیه اینه به خاطر همین هم دفعات دفعتون کم میشه ولی هم قطر مدفوع و هم راحتی دفعش قطرش کم میشه راحتی دفعش هم بهبود پیدا میکنه بدون هیچ مشکلی یکم نیاز بود که وارد جزئیات یکم آزاردهندهی بشیم ولی خب دیگه حرف جواب داره ادامه میدیم آنتی که خیلی واسه انسان کمک میکنه که آنتی فقط توی گوشت ها فقط تو ماهی هست تو ماهی های مناطق سرسیره که اینا نمیخوان فقط گابش میخورن و آنتی هایی که نجات دهنده انسان هستن از خیلی مخمصه ها اینا توی گیاه هستن چون گیاه ها رو در کاملا حس میکنن پس اینا دوچار مشکلات خیلی زیادی میشن و یکی از مشکلاتی که داریم مشکلات فشار خونه بیماری های کلیویه بسیار عالی حالا قبل از اینکه ایشون بیماری ها رو لیست بکنن تا همینجا آنتی اکسیدان رو یه نکته بیشتر بگم چیزی که خیلی توی صحبت های دکتر شان بکر مطرح میشه اینه که یکی ای از آنتی اکسیدان هایی که اصلا بحثی ازش نمیشه و فقط به عنوان عامل ایجاد نقرس ازش یاد میشه و این هم بازی که از اون کش فهمی های پزشکی هست که نمونه رو توی این پادکست زیاد بهشون برخوردیم و بررسی کردیم یکی از ب... آنتی های بسیار توانا و بسیار قوی یوریک اسید هست و به خاطر ندارم که ما توی چه زمانی از تکامل خودمون توی کدوم نقطه از تکامل خودمون توانایی تولید ویتامین C رو از دست دادیم و همین باعث شد که ویتامین C نیاز داشته باشیم که از منابع دیگه به دستش بیاریم که گفتیم توی گوشت هم هست مقدار پایین تری هم هست ولی مقاوم تره ولی جذبش بیشتره و یک نکته دیگه این که نیاز ما به ویتامین C کمتر است، کسانی هست که گیاه مصرف میکنن گفتم و همچنین اینکه نیاز ما به ویتامین سی عموما از اون چیزی که پیشنهاد میشه پایین تر هست مخصوصا وقتی که ما مواد گوشتی مصرف میکنیم ولی ما وقتی که اومدیم این توانایی تولید ویتامین C رو توی بدنمون از دست دادیم اینجوری نبوده که خودمون رو فقط در معرض یک مشکل قرار بدیم بدن ما یکی اینکه توانش رو از توانش رو داشته که از موجودات دیگه به دست بیاره و یکی دیگه هم اینکه چیزی رو به عنوان جایگزین داشته ما یه اقتصاد داریم توی فرگشت خودمون در هر فرگ، فرگشت هر موجود زندگی که در نظر بگیرید یه اقتصاد یه نوع اقتصاد وجود داره که میاد رو اون چیزی که بیشتر باشش صرف داره سرمایه گذاری میکنه به قیمت اینکه از چیز دیگه بزنه الان دولت ها رو نگاه میکنیم بودجه گذاری دارن هر چیزی که واسهشون مهمتر باشه بیشتر روی اون بودجه میذارن و به خاطر همین هم و وقتی هم که روی چیزی بودجه میذارن مثلا روی چیزای نظامی بودجه زیادی میذارن مجبورن که از چیزای دیگه کمتر بیشتر بزنن و کمتر به اونا بودجه بدن یعنی ما یه بودجه محدودی رو داریم و باید با اون بودجه کار خودمون رو انجام بدیم بدن هم یه انرژی محدود داره یه پروتئین های محدودی رو دریافت میکنه و باید بتونه با اون در اون شرایطی که هست بهترین استفاده رو ازش بکنه کاری رو بکنه که بهترین بقا رو داره توانایی بدن ما در تولید ویتامین C از دست داده شده نه به این قیمت که بقای ما از بین بقای ما دچار تهدید بشه بلکه به این دلیل که تونسته چیز دیگه ای رو جایگزین واسش پیدا بکنه و چون که جایگزین واسش پیدا میکنه دیگه دلیلی نمیبینه روی اون قسمت بودجه بذاره این بحث مهمی در زمینه فرگشت به طور کلی هست و همچنین در زمینه فرگشت فرگشت ما و ویتامین C ها و اینجا هم باز اون رو تکرار میکنن که ما فقط گوشت گاو میخوریم اصلا گوشت ماهی ها رو نمیخوریم من در مورد آنتی های موجود در ماهی تحقیق خاصی نکردم و اطلاع خاصی ندارم ولی به هر حال خود من هر از گاهی ماهی میخورم اتفاقا هم من ماهی توی یخچال دارم پست امروز هم عکسش بود که چون که یه مراسم باربیکیو داریم و دارم واسه اون آماده میشم و اتفاقا گیاه هم هست توی غذا چون که قرار این غذا رو با هم سهیم بشیم و حتی چیزایی که یه چیزایی هست که خودم نمیخورم چون که مزه غذا بدون اونها هم واسه خیلی خوشمزه و دلنشینه ولی میدونم که چون میخوام بقیه تقسیم بکنم اونها دوست ندار... نخواهند داشت اونطوری که من دوست دارم و حتی یه چیزایی که میدونم واسه من یه مشکلاتی رو می به وجود میاره اونها رو هم دارم به غذا اضاف میکنم پس ما قرار نیست که <تصفح> چیز بکنیم مسابقه با کسی بدیم توی رادیکال بودن افراتی بودن و مثلا نمونه ی چیزایی که واسه خود من مشکل زا هست فلفل هست که باعث میشه که ریفلاکس معده داشته باشم و وقتی که نیست خیلی راحتم ممکنه غذا رو خوشمزه بکنی یه زمانی من عاشق فلفل بودم و حتی حاضر به رقابت با افراد مختلف بودم البته با افرادی که از آمریکای جنوبی میان در زمینی فلفل ادعا نکنید هندیا به غذای تند خوردن معروفن ولی آمریکای جنوبی ها رو اگر باهاشون تعامل داشته باشید میبینید که اصلا فلفل واسه شون قند و نباته خلاصه اینکه یه زمانی فلفل دوست داشتم ولی وقتی که ما نسبت به بدنمون آگاه تر میشیم میبینیم که بدون ریفلاکس معده زندگی کردن هم امکانش وجود داره پس من چرا بیام اون فلفل رو به غذا بزنم به خاطر حالی طعم بهتر الان اتفاقا اون طعم بهتر نیست چون که میدونم بعدش باید تاوان اینو بدم که ریفلاکس داشته باشم وقتی که من یه تیک استیک میتونم بخورم و بلا فاصله بعدش برم باشگاه و حتی بعضی از تمرین هست که حالت وارونه هست به اصطلاح یه نوع شنایی که در کنار دیوار انجام میشه و کلا بدن وارون است توی اون با وجود که بدن وارون است من میتونم استک خورده باشم برم اون ورزش رو انجام بدم چون دقیقا اون در معده اینجوری قفل میشه بعد از خوردن یه گوشت ولی منابع گیاهی این مشکل ایجاد میکنه یکی از اونایی که مشکل زیادی واسه من ایجاد میکنه فلفله پس ما اینجوری باز اون حرف دکتر کرمانی که آزاد 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 برای همه بگیم آزاد ایشون توی صفحه اینستاگرام خودشون ممکنه بتونه حرم غذایی بده ممکنه بتونه لیست غذا بده این کار من نمیتونم بکنم یا اگر بکنم به عنوان یه راهنمای کلی هست و همه اونا باید خیلی از اون غذاها رو باید یه ستاره بالاشون بزنم بگم که مثلا اگر این شرایط رو دارین نخورین اگر اون شرایط رو دارین نخورین اینها اگر این شرایط دارین بخورین پس فرد به فرد فرق میکنه اینجوری نمیشه یه نسخه رو برای همه پیچید ولی این رو هم باید در نظر بگیریم که ما بیشتر به هم شبیهیم تا از هم متفاوت یعنی نمیشه حالا از این حرف هم سو استفاده کسی نکنه بگه که گفتم که ماها با هم تفاوت هایی داریم که باید در نظر بگیره ما هیچ دو حیوان رو در طبیعت نمیبینیم از یک گونه که یکیشون مثلا گیاهخوار باشه واسش بهترین رژیم باشه یکیشون گوشتخار باشه و بهترین رژیم باشه اینجور تفاوت های عمده نداره اپتیمال دایت رژیم بهینه برای همه شباهت, شب نزدیک به صد درصد داره ما رژیممون پایش گوشتخاری هست ما انسان ها پایه رژیممون گوشتخاری هست بازم تاکید میکنم مطالعات دکتر میکی بندور رو دنبال بکنید و در کنار اون تفاوت های فرد در میزان تحمل گیاهان مختلف وجود داره گوشتی هم که میگم همین گوشتی که دکتر کرمانی خیلی باش مشکل داره گویا یعنی خیلی داره به کارنیور ها نقد میکنه که بهش ارادت خاصی دارن ما اون گوشت ها رو بهتر از همه میتونیم تحمل بکنیم و ما اون گوشت ها رو بهتر از هر گوشت دیگه میتونیم مصرف بکنیم و ممکنه بعضی گوشت های دیگه واسه همون مسئله ساز باشه در مورد خود من میگو میتونه آلرژی در حد مرگ به وجود بیاره من یک بار آمبولانس هم زنگ زدم بعد از اینکه میخواستم امتحان بکنم این حالا میگو بخورم چطور میشه بعد از حالا اینکه یه مدت زیادی نخوردم و قبلا هم دیده بودم آلرژی دارم ولی گفتم خب خیلی از چیزا برطرف شده شاید اینم برطرف شده باشه و میدیدم که بسته به پختشم قضیه فرق میکنه یعنی اون نوع میگو که ما توی ایران میخوریم اون مشکلی واسم هم نداشت ولی اگر که به صورت سوخاری میبود میدیدم که گلو درد ایجاد میکنی یه بارش توی سوپرمارکت دیدم به شیوه خاص نیمه خامی هم بود یکی از بدترین حالای زندگیم رو تجربه کردم در پی اون پس این آزاد 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 نمیشه یعنی یکی برای من بگه اگه تنها غذایی هم که در اختیارم باشه میگو باشه شاید در شدیدترین حالت گرسنگی هم نخورم چون که پای جون من در میونه خیلی این حرف آزاد 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 گفتن دکتر کرمانی معلومه من رو دچار تشویش کرده و هی تکرارش میکنم ادامه میدیم پس اینا دو مشکلات خیلی زیادی میشن و یکی از مشکلاتی که داریم مشکلات فشار خونه بیماری های کلیویه و چون گوشت خالیه هیچ مواد هم نداره مایکروبایوم روده ها ما عوض میشه ما توی روده های ما نزدیک 50 تریلیون مایکروبایوم داریم میکروب های مفید داریم که اینا وقتی گوشت خالی بیاد باش فیب نباشه و آدگیاهی نداره کاملا به هم میزنه و تعادل بدن رو تفاعلات بدن رو به هم میزنه خب خب اینجا رو گویا که دارن از روی لیست همه بیماری ها رو میگن فشار خون بیماری های کلیوی و اینها و توی این قسمت ببینید من خودم دارم از روی متنی که الان آماده کردم متن نه یعنی داشته که براش می من اینو رد نمیکنم مشکلی هم نیست که کسی از روی متن بخونه ولی اینجا هم نگاهی به صورت دکتر کرمانی بکنه اون اول کار داره اون دور رو یه نگاهی میکنه که اعتمال حال صفحه ای هست که یاد توش هست بازم میگم ایرادی نداره ها. ولی من مشکل با این قسمت دارم که یه لیست بلند بالا رو درست کرده و این حالا زحمتش بر دوش ماست اثبات بکنیم که این مشکلات به وجود نمیاد خوشحالم که از سه بالاتر نرفت یعنی من انتظار داشتم میگه فشار خون کلیوی بعد خوشبختانه وارد مایکرو بایوم که شد دیگه خواست یه مقدار توی جزئیات بره و دیگه ایدز و هپاتیت و دیگه چی بگیم و دیابت و سکته قلبی و که خیلی خیلی ها ممکنه در حال پیش فرض فکر بکنن که عاملش میشه رژیم کارنیوار اینها رو ذکر نکرد که البته اگر ذکر کرده بود دو تا قسمت داشتم در مورد کلسترول که میتونستیم میتونید به اونها رجوع بکنید خیلی اون قسمت ها رو توصیح میکنم و بهترین استقبال رو هم داشته کلسترول و رژیم کتوجنیک در مورد فشار خون فشار خون که از عامل ایجاد کنندش نه یکی از عوامل عامل ایجاد کنندش مقاومت به انسولینه مقاومت به انسولین توی رژیم های کتوژنیک هم حل میشه و رژیم کارنیور هم خیلی از ویژگی های مشترک رو با رژیم کتوژنیک داره و به خاطر همین و همین قضیه مقاومت به انسولین رو هم به صورت خیلی بهتری درمان میکنه و سریعتر با کمترین مزاحمت با حداقل تحریک انسولینی و به خاطر همین سرعت بیشتری رو ایجاد میکنه در درمان فشار خونم باش درمان میشه یعنی درمانش حذف هر گونه کربوهیدراته حالا حذف کربوهیدرات توی اون غذای کتوژنیک میشه زیر صد گرم توی این قضیه کارنیور نزدیک به صفر میشه و یه چیز جالب رژیم های کارنیور اینجوری نیست که کربوهیدرات صفر داشته باشن خیلی از بافت های حیوان میتونه کربوهیدرات داشته باشه توی جگر این مقدار کربوهیدرات خیلی بالاتره و یه چیز دیگه ای هم که باید در نظر گرفت اینه که وقتی ما حیوانی رو مصرف میکنیم به قول دکتر سالدینو و نوز تو تیل باید مصرف بکنیم دکتر شان, شان بیکر ها نوز تو تیل یعنی اینکه که از بینی تا دم دمش رو مصرف بکنیم همه اجزاش رو مصرف بکنیم که همه ویتامین ها و همه مواد ضروری به بدنمون برسه چون که و به این دلیل که ما در طی فرگشت خودمون هیچ قسمتی از حیوان رو نذاشتیم هدر بره بعد من سعی میکنم این رایتم بکنم و نظر من در این زمینه بیشتر به نظر دکتر سلدین نزدیک و توضیحات اون رو قانع کننده تر میدونم ولی حرفی هم که دکتر شان بیکر میزنه و خیلی هم حرف حسابی هست اینه که برای خیلی از افراد حتی بدون گنجوندن گوشت اندام مثل جگر و قلب و اینها درجاتی از سلامت که مد نظر هست به دست میاد و خیلی از افراد بدون نیاز به اونها میتونن زندگی خوبی داشته باشن خودش چیز وقت دیگر اینا مصرف نمیکنه نه اینکه قسم قسم خورده باشه که مصرف نکنه به این دلیل که نیازی نمیبینه و مطمئنا اگر که دلش بکشه یا نیازی هم ببینه مصرف میکنه و همین سادگی ما هیچ تعصبی نداریم تعصب داریم البته گفتم تعصب سلامته ولی اینکه حتما باید این مواد غذایی رو بخوریم و هیچ چیز دیگه رو نخوریم این قضیه مثلا اونجوری که توی رژیم های توی بین وگان ها یا ویگن ها رایش هست اصلا در این رژیم جایی نداره و اگر کسی اینجوری اینجور دیدی داره واقعا دید غیر منطقی هست خلاصه اینکه حالا در زمینه ویتامین ها و این ها هم دوباره بحثمون یه پرانتز باز شد که نوز تو تیل رو نظر من بیشتر موافق هست مثلا آب قلم خوردن هم باز همین برمیگرده همخانی داره با این قضیه نوز تو تیل خوردن از بینی تا دوم حیوان رو خوردن ولی باز انقدر گوشت ازولات یعنی گوشت حیوان همون ازولش که میخوریم مقوی هست که هیچ نیازی هم به خوردن اندام برای خیلی از جمعیت وجود نداره که در موارد خاص همون دکتر بیکر هم میگه که بعضی موقع مثلا یه نفر ویتامین ای خیلی پایینی داره ویتامین آی خیلی پایینی داره اونجا میتونه مثلا خوردن جگر واسش توصیه بشه و گوشت اندام به طور کلی چگالی بالایی از لازم بالاتری از مواد مغذی دارن مثلا دو برابر بقیه جامعه که مواد مغذی دارن از این لحاظ بسیار گوشت منابع غنی محسوب میشن اما اگر کسی هم دلش نمیکشه ممکنه برای اکثر افراد ضرورتی وجود نداشته باشه اگر دوست دارید میتونید حالا مثلا هفته یک بار دو بار جگر رو بخورید و جالب اینه که اینو از اینجا شروع کردیم که جگر مثلا کربوهیدرات داره فیبر صفر هست تا اونجایی که من میدونم این نکته رو دکتر کرمانی درست در درست گرفته بود ولی از این جهت که ممکنی تصور بشه که هیچ گونه کربوهیدراتی در گوشت وجود نداره این رو حالا جهت اطلاع میگم که وجود داره که توی این ویدیو مطرح نشده بود مشکلات کلیوی رو میگن کلا خیلی از مسائلی که ما ازشون آگاهی متحقیق شده در یک آب آلوده تحقیق شده یعنی ما وقتی که همه ماهی های توی یک آب آلوده روشون تحقیق بکنیم یه چیز شبیه مشابهی رو میبینیم که برای ماهی هایی که در آب پاک دارن زندگی میکنن سرخ نمیکنه ما خیلی از تحقیقات تغذیهیمون بر پایی افرادی بودی که رژیم های پرکربایدرات داشتن توی اون افراد شاید خوردن پروتئین بالا مشکل ایجاد بکنه ولی در رژیم کتوژنیک و رژیم های کارنیور این مشکل ایجاد نمیشه فصل کاملی رو دکتر برنستین داره مفصل به این قضیه پرداخته دکتر برنستین بخش از کتابش رو هم راه حل دیابت توی صفحه خودم گذاشتم در مورد اینکه اصلا این ادعا برای مخصوصا رژیم هایی که کربوهیدرات توشون نباشه بی پای و اساس هست میپردازی به این مسئله و کلا این افسانه رو رفع و رجوع میکنه و کلا خط بطلانی میکشه برای این افسانه و اون رو و این افسانه رو که خوردن پروتئین بالا باعث ایجاد چیز میشه باعث ایجاد بیماری های کلیوی میشه و این رو کاملا رد میکنه با دلیل و برهان نه اینکه بشینه بگی که نخیالتون راحت چون که من اسم دکتر قبل حرفمه پس حرف من رو قبول بکنید اینجوری ها نیست و خیلی خوب اون رو توضیح داده میتونید برای اطلاعات بیشتر به کتاب راه حل دیابت دکتر برنستین مراجعه بکنید در مورد مایکروبایوم مایکروبایوم ما باید همگی اعتراف داشته باشیم که یک دانش نوظهوره که اطلاعات کمی در موردش وجود داره ما همچنان تعریفی از مایکروبایوم سالم نداریم انقدر اطلاعات کمه در این زمینه که میگیم مایکروبایوم سالم مایکروبایومی هست که هنگام داشتن شما بهترین حال رو تجربه میکنید و یکی از شاخص هایی که حالا دکتر کرمانه در زمینه تنوع باکتریایی مایکروبایوم گفت تنوع باکتریایی رود گفت گفت که چون که هیچ فیبری مصرف, نمیشه این افراد دارای اون تنوع نیستن و مایکروبایومشون به هم میرزه ما اون متفاوت میشه و گفتم هم که مثلا وقتی که داریم گذار میکنیم به رژیم کارنیور اون اسهال اولش رخ میده و اون زمانی حل میشه که مایکروبایام ما تغییر میکنه اونجاست که این مسئله حل میشه پس ما مایکروبایوم متفاوتی داریم ولی تنوع کمتری نداره این رو تحقیقی ندارم که بگم ولی بعضی از افرادی که رژیم کارنیور رو دنبال میکنن آزمایش هایی دادن که یکی از شاخص هایی که توی این قضیه مطرح هست که تنوع رو نشون میده اگر ما بخوایم بگیم که با درست این دانش همچنان محله نوزادی خودش رو داره طی میکنه دانش منظورم مایکروبایوم هست ولی اگر که ما بخوایم این الفا دایورسیتی یا این شاخص تنوع, تنوع رو تنوع آلفا رو در نظر بگیریم به عنوان یک معیار افرادی که کارنیور بودن این آلفا دایورسیتی بالایی رو داشتن از جمله دکتر سالدینو که الفا دایورسیتی خودش رو اندازه گرفته و این نشون میده که هیچ نیازی به فیبر نیست این این رو گفتم که دکتر سعید دینا الان مثلا میبه مصرف میکنه اصل مصرف میکنه و اینها ولی این آزمایش الفا دایورسیتی رو زمانی انجام داده بود که کلا به جز گوشت و نمک و آب چیزی نمیخورد این هم در زمینه تنوع باکتریایی باز هم میگم که ما همچنان دانش قطعی در مورد شواهد قطعی در مورد اینکه یه مایکروبایوم میکروبایوم سالم باید چه شکلی باشه نداریم همین دکتر کرمانی هم گفت پنجاه تریلیون باکتری ما تک, تک رو که نشناختیم پس نمیدونیم که کدومشون حتی از اینا نمیدونیم که کدومشون مفیده کدومشون مضر شاید مضر باشه ولی بین همه ما مشترک باشه چون که توی آبهای آلوده داریم زندگی میکنیم هممون همه اون ما اون ماهی هایی های هستیم که توی آبهای آلوده هستیم و به خاطر همین هممون اون رو مشترک داریم همچنان این دانش در دوران نوزادی خودش طی میکنه و اگر تنور تنوع رو بخوایم در نظر بگیریم شاخصی است به اسم الفا دایورسیتی که بعضی از افراد کارنیور آزمایش دادن و میبینن که الفا دایورسیتی بسیار بالایی هم دارن فیبر هم لازم نیست واسش خب ادامه میدیم اما نظر کارشناسی به عنوان خودم که یک کارشناس و دیگر کارشناسانی که میشنن هیچ کدام از اینا ندیدیم تا الان برگه تعییدی گوشخاران بده از شاد سالم سرحال و خوش اندام باشید انشاءالله خب زیرنویس هم که میبینید شد وقتی که اندام شی خب اینجا کلا خوش مد نظر هست نه سلامتی و از لازم خوشندامی منظورشون این نیست که عضله داشته باشین ما اگر که این به قیمت گرسنگی کشیدن باشه کالری کمتری مصرف کنه انرژی کمتری داشته باشین بدنتون نتونه عضله بسازه همون عضلاتی هم که داره از دست بده وزنی که کم میکنید فقط چربی نباشه عضلات باشه واسه اینها قابل قبوله این خوشندام شدن موجب بدحال شدن ما میشه خوشندام شدن زمانی هست که ما عضلاتمون هم رشد بکنیم این که عدد روی ترازو صرفا بیاد پایین توی قسمت های هم در مورد وزن یه توضیح کامل دادیم این صرفا معیار سلامتی نیست و باز هم چون که دکتر کرمانی از کسانی هست که پیشوند دکتر رو قبل اسمش داره این حرف رو میتونه بیان کنه که اگر نظر کارشناسی بخواید کارشناسایی که من هستم و بقیه کارشناسان این رو تایید نمیکنیم رژیم کارنیور رو هیچ کدوممون تایید نمیکنیم اگر هم بخوایم عنوان دکتر رو مرجع قرار بدیم همین افرادی که بهشون ارجاع دادم اینها هم دکتر هستن دکتر شان بیکر دکتر پال سالدینو دکتر پال میسن کسی که خیلی بهش ارجاع میدم دکتر تیم نوکس که الان سن خیلی زیادی هم ازش گذشته بی که از مراجع بزرگ در زمینه رژیم کتوژنیک هست و ایشون الان بیشتر غذاهاش کارنیور هست به هر حال دکترهای زیادی هم هستن که تک تک چیزهایی رو که ما به عنوان اصل لا تغییر پذیرفتیم و به همون گفتن که به پذیرید همه اینها رو رد میکنن با دلیل و مدرک آه و آه وقتی هم که میبینیم چقدر باورهای غلط وجود داره واقعا شگفتی میایم یعنی این رو توی کامنت هایی هم که عزیزان میذارن میبینم که وقتی مثلا مخصوصا در مورد همین فیبر که صحبت شد همه میگن یعنی واقعا انگار هیچ چیزی رو به همون همون که بوده نگفتن در مورد فیبر بهمون همون برعکس گفتن در مورد نمک برعکس در مورد کلسترول برعکس در مورد منابع حیوانی همه چیز برعکس به قول آیور کامنز که یه پادکست خیلی مهمی رو داره و فیلم هایی رو هم تولید کرده در زمینه رژیم غذایی یه حرف خیلی جالبی داره میگه که اگر برای هر کدوم از اینا یه سکم پرد کرده بودی تعداد دفعاتی که جواب درست میگرفتی بیشتر بود نسبت به این چیزی که ما در معرضش قرار گرفتیم و طی آموزش هایی که بهمون به داده شده در... حالا از طریق رسانه از طریق مدارس کسانی که دانشگاه پزشکی میخونن از طریق حتی آموزش به پزشکی هر چیزی که خوندن میبینیم که خیلی از اینها اشتباه هست و اگر که سکه پرت کرده بودیم که ببینیم حالا فلان چیز ضرر داره یا مفیده تعداد دفعاتی که جواب درست میگرفتیم با سکه پرت کردن بهتر از الانی میبود که ما تحت تاثیر فشار شرکت های غذایی و دارویی رژیم غذاییمون تعیین تا... شده و پیشنهادات تعیین شده اگر که بخوام در مورد این شروع به صحبت بکنم اصلا کل خود همین پادکست به خاطر همین هست که هرچی بهمون گفته شده دروغ هست و ما سعی بر برملا سازی اونها داریم اگر که بخوام به در مورد این صحبت بکنم بحث به درازا میکشه و از این هم طولانی تر میشه به حال کلیپ سه دقیقه بیشتر نبود ولی مجبور شدیم که زیاد در مورد صحبت بکنیم به حال بیان اتهام خیلی ساده است ولی عادلانه نیست که یه نفر اتهامی رو بیان بکنه به جای اینکه اون رو ثابت بکنه زحمت رد کردنش رو به دوش طرف مقابل بگذاره که چیزی هست که در این کلیپ میبینیم که فقط صرفا صرفاً اناوینی عنوان میشه مسائلی مطرح میشه بدون اندک واکاوی شاید از این سو استفاده میکنن که اکثریت حوصله این رو دارن که یک کلیپ 3 دقیقه و 4 دقیقه ببینن ولی صابران کسانی هستند که مطالب طولانی تر رو دنبال میکنن و کسب دانش نصیب صابرین میشه بله پیروز و کامیاب باشید تا قسمت های دیگر. امیدوارم این قسمت از گرداتش براتون مثبت واقع شده باشه اگر اون رو به صورت ویدیو و روی یوتیوب میبینید لطفا ویدیو رو لایک کنید و عضوی از, از کانال بشید تا وقتی ویدیو جدیدی بیرون میدم جز اولین کسانی باشید که از اون مطلع میشه اگر هم اون رو به صورت صوتی و از طریق پلتفرم های مختلف پادکست گوش میکنید و دنبال میکنید لطفا باز پادکست رو لایک کنید و ارزیابی مثبت برای من بگذارید و همچنین اون رو به دوستان خودتون معرفی بکنید مخاطبین بیشتر و ارزیابی های مثبتتر به من کمک میکنه که به افراد بیشتری دسترسی پیدا بکنم و افراد بیشتری رو بتونم متقاعد بکنم که وقتشون رو در اختیار برنامه بگذارن همچنین اگر امکان پشتیبانی مالی از برنامه براتون وجود داره لینک پیتریان برنامه توی توضیحات هست البته میدونم که این امکان بیشتر برای کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن وجود داره که به کارت اعتباری و های پیپل دسترسی دارن همچنین اکانت پیپل من و کیو کد بیت کوین من روی وبسایتم هست mktahmasbi.com که از اونجا هم میتونید باز پشتیبانی مالی بکنید اگر هم که پشتیبانی مالی ممکن نیست همین معرفی برنامه به دیگران و حتی ارسال فایل برنامه به دیگران میتونه کمک کننده باشه. پیروز کامیاب باشید.